بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی و کمی آلوده به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هم میهنانم در اون سوی دریاها. من جلیل مرتضوی هستم از استودیوی بازگشت میدیا. دوستان گرامی، سپاسگزارم از کمک های شما به این درمانگاهی که در حال ساخت هستیم. دوستایی که کمک کردن و رسیدش رو برای ما فرستادن سپاسگزاریم. ما تنها وسیله‌ای که میتونیم اینا را به شما گزارش بدیم اون رسیده‌ای که برای ما میفرستید که مرتب همه تا الان این کار کردن. برحال این درمانگاه دوستان شروع شده، نزدیک به 2 میلیارد تومان دیگه احتیاج داریم که این درمانگاه تموم بشه. الان شروع شده. من دوستایی که برای من این ویدیو رو فرستادن با هم گوش میکنه تا برگردم خدمتتون. امروز 29 تیر ماه 1401 اینجا درمانگاه خیریه شهید قاسم سلیمانی به زیربنای 1700 متر مربع. همطور که ملاحظه فرمایید تیرچه سقف اول کار گذاشته شده و انشالله تا فردا عملیات بتون ریزی سقف اول به اتمام خواهد رسید. خب دوستان، کسانی که علاقه‌مندن در برای کمک به این درمانگاه که هر چیز زودتر تموم بشه، همطور که میدونید این درمانگاه در منطقه فقیرنشین آبادانه. یکی از ویژگی های این درمانگاه این خواهد بود که تمام مریض هایی که بی‌وضاحت هستن نیاز دارن و به ویژه اونایی که جراحی های سخت و سنگین، پزشکان خوب عزیز ما به طور داوطلب و رایگان اینجا این مریض ها را جراحی خواهند کرد، چه از ایران چه از خارج از ایران، که پزشکای خوب عزیز که با ما در تماسند که میان برای دیدن و معالجه بیماران به این درمانگاه. به هر حال با کمک شما ایران دوستان ما میتونیم این درمانگاه رو هرچه زودتر تموم بکنیم. اگر علاقمندین کمک کنید لطفاً با من تماس بگیرید تا من حساب رو در اختیارتون بذارم و وقتی حساب و پول میریزیم به اون حساب لطفاً رسیدش رو برای ما بفرستید. برحال سپاسگزارم از مهر و محبت همیشگی شما در تمام پروژه هایی که ما در این برنامه مطرح کردیم. اما دوستان گرامی، خیلی جالبه خدمتتون بگم. میدونم من وقتی این صحبت ها را میکنم ایران سیتیزا میدونید هی فوش میدن و اینا، مهم نیست، ما از این فوش ها زیاد خوردیم، ما پوستمون کلفته. چرا؟ چون حق با ماست. من از واقعیت ها دارم صحبت میکنم، اون از شعار. تنها چیزی که ایران سیتیزا بلدم و در طول سالها در تمام شبکه هایی که من بودم دو تا چیز بیشتر بلد نبودن، یا شعار یا فوش، غیر از این چیز دیگری نیست و تا الانم به نتیجه ای نرسیدن. دلیلش هم اینه چون حرفای چرت میزنن. حرفای چرت همیشه همینه. ببین دوستان، باستابی که سفر آقای پوتین و آقای اردوغان به تهران داشتن و دیداری که با آقای خامنه ای و همچنین کنفرانس هایی که با آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران انجام دادن، این در حقیقت نه تنها در منطقه باستاب داشته بلکه در جهان. به ویژه رسانه های غربی هنوز راجع به این صحبت میکنن. کنفرانسی که هست الان در اسپن کلرادو، این کنفرانس اسپن کلرادو کنفرانس امنیتی غربه، سالی 2 بار تشکیل میشه، یکی در تابستان یکی در زمستان. اسپن کلرادو دوستایی که در اون ور آب زندگی میکنن خدمتشون باید بگم اسپن یک شهر بسیار گرانی هستش و در حقیقت منطقه ریزورته که برای تفریح و استراحتگاه میلیونر هاست.
و خونه های خیلی گرون هم هستش اونجا، و گرونترین خونه هم مال عربستانه، مال آقای بندر که یه زمانی سالها سفیر عربستان بود در واشنگتن، که از او همیشه به عنوان بنا به گفته خانم مورینداد در روزنامه نیویورک تایم میگفتش که این بس که با خانواده بوش ریخته رو هم، همه او را بندر بوش صدا میکنند. اینی که این شهر یکی دو تا مؤسسه داره، مرکز مطالعات امنیتی، الان هم این کنفرانس امنیتی اونجاست که سران دستگاه های امنیتی غرب همراه با وزرا، رئیس جمهور، اینا در این کنفرانس هستند و بحث گفتگو میکنن در مورد مسائلی که بتونن از نقطه نظر امنیتی اونا پوشش میدن، چی کارایی بکنن. بنابراین الان نشون میده که این کنفرانس کلن اگه نگاه بکنی، ایران تحت شعای این کنفرانسه، یعنی اهمیت ایران. دوستان، من اینا رو که دارم مطرح میکنم تعریف از ایران نیست، این یه واقعیتی که من دارم تو این روزنامه ها میخونم و برای شما دارم گزارش میدم. الان نگاه بکن، این دو سه تا از این روزنامه ها اشاره کردن به سخنرانی، به نیویورک تایمز نوشته، وال استریت جورنال نوشته، اسوسییتد پرس بازتاب داده، در خود دیلی میل لندن. از این که میگم دیلی میل لندن، به خاطر اینکه آقای ریچارد مور، رئیس MI6 انگلیسه، تازه هم به این پست انتخاب شده. ببینید که بریتانیا یا انگلیس دو تا نهاد امنیتی داره، MI5 مال داخل انگلیسه مثل FBI برای داخل امریکا، MI6 مال خارجه مثل CIA. ریچارد مور که خودش تحصیل کرده ای امریکاست و تعلیم دیده ای امریکاست، حتی بیشتر با، یعنی خودش رو هوادار بسیاری از ورزش های شیکاگو میدونه چون اونجا تحصیل کرده، ایشون در این سخنرانی در کنفرانس امنیتی اسپن کالورادو گفت، دو تا مطلب مهم گفته. یه مطلب این که میگه من فکر نمی کنم که آقای خامنه ای دیگر علاقه ای به برگشت به برجام داشته باشه، و این درست میگه، به خاطر اینکه آقای خامنه ای از اولش هم علاقه ای نداشت، ولی اونایی که جمع شدن رفتن پیشش در دولت روحانی گفتن ببین ما میتونیم بله بکنیم، نمیدونم ایران رو از تحریم برداریم، اقتصاد رو رونق بدیم، همه اینا. خب آقای خامنه ای گفت که خیلی خب، من که اعتماد ندارم، ولی شما اگر فکر میکنید میتونید میکنید، به قول معروف برید. و به همه هم گفتش که آقا دعا کنید بذار اینا بچه های ایران هم برن این کارو بکنن، و رفتن. خودش هم در همین موقعی که اینا رو فرستاد گفت برید نرمش قهرمانانه انجام بدید، ببینید چیکار میکنید، من که اعتماد ندارم، حالا شما فکر میکنید برید. اینه که حرفی که آقای خامنه گفت همه جام هستش با صدای خود آقای خامنه. ریچارد مور الان میگه که آقای خامنه ای علاقه نداره به برگشت. خب درست هم میگه، برای اینکه آقای خامنه ای برنده شده، احتیاج نداره. من چرا فکر بارها گفتم الان ایران دیگه نیازی به شعار مرگ بر امریکا هم نداره، چون مرگ بر امریکا برای ما یک تبلیغ میشه، نه یعنی خوراک تبلیغ رسانه های صهیونیسته، و اینو من باور دارم، به این خاطر دارم به شما میگم. حالا نه که ما احتیاج داریم، نه، ببین دارم در کل خدمتتون میگم، حالا از بحث نمیخوام خارج بشم، حالا اینو برمیگردم به این بحث، حالا اینو میخوام بگم. یک خانم امریکایی چند سال پیش، اینو خودش من میگفت، میخواسته بیاد ایران، بعد میگه رفتم پیش دکترم که یه چکاپ بکنم و
یک نمیدونم میخواست قرصی چیزی بگیره برای مسافرت، بعد به پزشکش میگه داره میرم مسافرت. پزشکه میپرسه کجا میخوای بری؟ میگه ایران. میگه ایران؟ پزشک امریکایی بود، خانمم امریکاییه. این چیزی که این خانمه به من گفت، من دارم خدمتتون میگم دوستان. حالا برمیگردم، نگران نباشید، به این بحث، این بحث رو دارم الان جلومه. بعد میگه که ایران؟ مگه نمیتونی که اونجا هم مردم میگیرن میندازن زندان، به ویژه زنم باشی فلان و بساط؟ این خانم رو میترسونه. بعد این میگه که من نمیگه، گفت بابا همه جا هستش. گفت این اطلاعات از کجاست؟ از پزشک میپرسه. میگه مگه نمیبینی همه جا اینو میگن، تبلیغات دیگه، اون چیزی که شنیده. ولی این خانم گوش نمیکنه، اونجا میاد بیرون و خلاصه تو این توری که داشته میاد از ایران دیدن میکنه. بعدش هم چقدر بهبه و چهچه، میگه بابا من اون چیزی که همه منو میترسوندن، تنها چیزی که نبود ترسی که در من ایجاد شده بود توسط بقیه. گفت وقتی وارد ایران شدم، آقا انقدر مورد مهمان نوازی ایرانی ها همه جا روبرو شدم، از دخترهای جوان گرفته هم میخواستم من رو برن خونهشون مهمون کنن. خلاصه این یک نفره و میاد اینو به تمام فک فامیلاش میگه، و من اونو دارم میگم که این تبلیغاتی که اینا دنبالش میگردن همینه. میگم یعنی میگه هر روز اونجا داد میزنن مرگ بر امریکا. ما الان در جایی هستیم که نیازی نداریم. یعنی باید بگم که الان نگاه کنید به کنفرانس امنیتی اسپن کلرادو، تمام بحث و گفتگوها رو ایرانه. این آقا بلند شده از انگلیس رفته اونجا به عنوان رئیس MI6، ریچارد مور، میگه که آقای خامنه‌ای علاقه نداره برگرده. منتها در غرب ما باید نگران چیزی دیگری باشیم. حالا ببین چی میگه در این سخنرانی. میگه ما باید سعی کوششمون بر این باشه که اوکراین در این جنگ حداقل نبازه، و اگر ببازه هم از موضع یک مسئله قوی وارد یک مذاکره بشه، و این مذاکره از نقطه نظر قوت باشه، بلکه یک امتیازی حتی شده ظاهری به دست بیاره. چرا؟ میگه چینی ها دارن مثل عقاب اینجا را میبینن و مرتب زوم کردن تو این. اگر روس ها برنده بشن کار تمومه، فردا چینی ها میدن سراغ تایوان. در اون شرایط قشنگ میتونن تایوان رو بگیرن. آیا ما آماده جنگ خواهیم بود؟ که فکر نمی کنم. اینو ریچارد مور داره میگه. گفت درستی که میریم تحریم میکنیم اله بله، ولی فکر نمی کنم برای این کار ما وارد جنگ بشیم، چون جنگ با چین چیز ساده ای نیست. و به همین خاطر میگه ما باید در نگران اوکراین باشیم. این صحبت های این آقای ریچارد مور در کنفرانس امنیتی. جالبه در همین کنفرانس نشریه آتلانتیک، سردبیرش الان اسمش یادم رفت، ریچارد چی چیه، قبلن هم بر علیه ترامپ یکی دو تا مصاحبه های جنجالی انجام داده بود، در نشریه ماهانه اتلانتیک ایشون با وزیر دفاع اسرائیل که در این کنفرانس هست مصاحبه میکنه. وزیر دفاع میگه که آره ما باید هر روز آماده بشیم اگر ایران وارد ساخت سلاح اتمی بشه، مجبور بشیم که به ایران حمله کنیم. بعد اینجا سردبیر اتلانتیک مانتلی میپرسه که آیا شما میتونید به تنهایی؟ گفت نه، ما امیدواریم که امریکا بیاد دنبال ما. یعنی باز هم همون ویدیویی که براتون پخش کردم، اینها این سر صدا رو راه میندازن، چون تمام نشریات زیر نظر صهیونیست‌هاست، که امریکایی ها رو راضی بکنه که خودشون اگر یه تیده در کردن اونها بیان وارد جنگ بشن، که امریکا هم
چندین بار تمام نهادها چه پشت پرده چه روی پرده گفتن که نه همچون علاقه ای ندارن و جنگ با ایران هم کار چندان آسانی نیست و امریکا هم در شرایط فعلی توانایی این کار نداره، از نظر اقتصادی، از نظر موقعیتی، از نظر مسائل داخلی امریکا، همه اینا را، چون جنگ چیزی جال همطور که آقای خامنه ای به پوتین گفت ما از هیچ جنگ راضی نیستیم، با هیچ جنگی، چون در جنگ مردم عادی آسیب میبینن. خلاصه این باز میبینیم که وزیر دفاع در همین کنفرانس اینو مطرح میکنه، باز میخواد تبلیغات بر علیه ایران تو ذهن مردم امریکا بمونه. حالا آقای بایدنه که نتونستن راضی بکنن، صحبت از آقای بایدن شد تفلک کنم، الان خبر رسید که کرونا گرفته، فکر میکنم از همین شاید اسرائیلی هم گرفته رفته بود اونجا، چون اسرائیلی هم ازشون فوقلاده خراب بود از نظر کرونا اینا. بعد تازه سه تا واکسن فایزر زده ها تفلک. حالا دوستایی که واکسن فایزر زدن، خیلی هاشون که من میشناسم اینا یه بار، دو بار، حتی بعضیشون سه بار کرونا گرفتن. به هر حال امیدوارم که آقای بایدن هم هر چیزتر حالش خوب بشه، به عنوان یک عضو کوچولوی حزب دموکرات. خیلی از دوستان آقا میگن شما معلوم نیست کجایی هستید، یا این برید اون بر. آقا آرزوی سلامتی برای یه آدمی که کرونا گرفته، کرونا را من خبر دارم خیلی از دوستا گرفتن، خیلی چیز سخت است. من آقای بایدن با این سن 79 سالش، حالا دموکرات ها نگران وضعیتش هستن، دور برای بایدن همیشه نگرانن، وقتی آقای بایدن میدون صحنه میگن خدایا حالا چجوری از صحنه میخواد بیاد پایین، چی میخواد بگه، وسطش ممکنه یک چیزی باشه که ما نمیتونیم کنترل کنیم. خلاصی حالا این دیگه نگران نیستن که آقای بایدن فعلا استراحت میکنه. خب دوستان، مطلب بعدی گفتگوی تلفنی که آقای پوتین با محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان انجام داد. حالا قبل از اینکه اینو بگم، اینو داشته باشید، چون الان وضع اسرائیلی ها با روسیه به هم ریخته دیگه، میدونید یک انجمن یهودی در روسیه اخطاریه دریافت کرده از وزارت دادگستری اونجا که اونها سرگرم جمع‌آوری اطلاعات از روسا هستن، به عنوانی که انسان ما داریم با یهودی ها در تماسیم، ولی روسا فهمیدن که اطلاعات غیرقانونی دارن جمع میکنن. خلاص حالا حالا اینو داشته باشید. جالبه که شرکت هواپیمایی الال، شرکت اسرائیلی دیگه، یکی از مدیران ارشد همین شرکت هواپیمایی سوء استفاده میکرده از شغلش، اون مدیر این هواپیما دیگه، با خودش از آفریقای جنوبی هروئین وارد میکرده به اسرائیل. خب چون میدونیم اونا رو چک نمیکنن دیگه، وقتی یه چمدون دسته یه مدیر میاد اونا دیگه چک نمیشه. ایشون 51 کیلو در چندین پرواز وارد اسرائیل میکنه. خلاصه دستگیر میشه، بعد محاکمش هم پریروز بود تموم شد، برای 12 سال میره زندان. خب حالا جالبه که این آقا گفته که نه، به من این چمدون رو دادن، گفتم ببر، من نپرسیدم چه توشه، ولی در هر چمدون $10,000 به این میدادن. بعد گفت آقا تو فکر نکردی کسی که $10,000 میده دلیلش چیه؟ گفت من فکر کردم تلاس وارد اسرائیل میکنن. البته تلاس دیگه، چون هروئین میفروشن در اسرائیل، چون تو اسرائیل میسین که مصرف هروئین ها خیلی بالاست. حالا چرا اینو گفتم؟ ببین اینو تو، آیا شما تا الان تو هیچ رسانه فارسی زبان که صبح تا شب، همین ایران سیتیزا رو میگم، ما صبح تا شب بر علیه ایران صحبت میکنن، آیا یک کلمه راجع به این گفتن؟ اگر این شرکت هواپیمایی الال نبود، ایرانر بود، ماهان بود، یعنی یکی شرکت هایی که داخل ایرانه،
شما دیگه هر 5 دقیقه راجع به این صحبت میشد. هر بنا دیگه دارم میبینم دیگه تبلیغاتو، ولی راجع به این اگر از یک رسانه، من این رسانه ایران ستیز رو رصد میکنم دیگه، یک کلمه راجع به نمیم، در حالی که اسوسییتد پرس، رویتر بازتاب داده. و جالبه خود روزنامه های اسرائیلی از جمله جروسلم پست مفصل راجع به این نوشته که این آقای یعقوب، بکنم همون میشه یعقوب خودمون دیگه، یکی از مدیران ارشد امنیتی این هواپیما این هروئین رو وارد اسرائیل میکرد. این تبلیغات من دارم میگم که من مواظبیم با تبلیغات باشیم، چون میگم که جایگاهی که ایران الان داره احتیاجی نیستش که خوراک تبلیغاتی برای این رسانه های غربی انجام بده، چون الان ایران از جایگاه ویژه‌ای داره، از روی قدرت داره صحبت میکنه. همه فکر کردن که ایران ایسوله شده، فلان شده، بعد میگفتن نه ایران داره دستورات روسا رو انجام میده. وقتی دیدن که اونا اومدن برای دیدار از آقای خامنه ای، وقتی ویدیو عکس فیلم ها را دیدن، دیگه خودشون فکر کنم خجالت کشیدن از اون تبلیغات علکی داشتن میگفتن. حالا برگردیم به آقای پوتین. این خیلی جالبه دوستان، نشریه اکسس یا به قول فارسی ها اکسیوس به قلم براک رابط در اکسیوس دیروز که پنجشنبه باشه، سی تیر 21 جولای 2022 می نویسه که آقای پوتین یه تماس تلفنی با محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان انجام داد. در این گفتگو آقای پوتین گزارش سفر خود به ایران را و صحبت هایی که با مقامات ایران کرده بود با محمد ابن سلمان به میان گذاشت و به او گفتش که مواظب باش که ما باید در استخراج نفت و در تولیدش، فروشش باید همصدا و همسان باید اطلاعات رو بیرون بدیم، چون در شرایط فعلی نفت در جهان با توجه به اقتصاد و اوضاع حرف اول میزنه. اگه شما بخواید زیاد استخراج کنید، پول از جیب خودتون میزنید بیرون که قیمت نفت رو میارید پایین. و یک کمی هم در مورد اوضاع خاورمیانه میگه هر چقدر که ما تو منطقه با ثبات باشیم، هیچ احتیاجی نیست که دیگران بیان اینجا برای ما تعیین تکلیف بکنن. و از نظر امنیتی چی صحبت های دیگه گفته بود، بعد میگفتش که این باعث شد که خود MBS هم جون بگیره، چون برای اینکه MBS که بعد از اون جریان قتل سلمان قاشقچی که همه او را کنار گذاشته بودند، ولی پوتین هرگز وارد این بازی نشد. آره این جریان جمال قاشقچی، من گفتم سلمان، چون همیشه میگم محمد ابن سلمان اینو کشته، این همیشه سلمان تو ذهن من. برحال در همون چند ماه اولی که دیگه همه میدونستند و CIA گزارش داده بود، یه کنفرانسی بود مال کشورهای G20، یادتون باشه، نمیدونم این در اروپا بود، یکی از این کشورهای اروپا بود، تمام رهبران اروپا و این MBS رو یه جورهایی به قول امریکایی اوید میکردن، یعنی محل بهش نمی، ولی پوتین در اون کنفرانس بود تا که اومد سلمان، محمد بن سلمان به طرفش، با هم مشتشون رو به هم زدن، چون موقع کرونا هم بیداد میکرد و اونو تمام روزنامه های خود عربستان و از جمله امریکایی ها گفتن آره پوتین به محمد بن سلمان حال داد، و اون هنوز تو ذهن محمد بن سلمان هست. در شرایطی که ایشون داره با این صحبت میکنه، رسانه های غربی، ببینید اکسیوس اینه داره می نویسه،
میگه که همه فکر کردن که ایشون در جیب آقای بایدن همیشه هر کاری بکنه با امریکا، ولی با گفتگویی که پوتین با محمد ابن سلمان انجام داد این مسئله را برای خیلی ها روشن کرده. نه بابا، عربستان در جیب اونها نیست در شرایط فعلی. عربستان میتونه تصمیمهای خودشو بگیره در ارتباط با همین فروش نفت. به طور کلی معادله الان در تمام اتاقای فکری لندن و واشنگتن به هم ریخته و دلیلش هم اینه، چون اینها با موقعیت کار میکنن. پوتین با موقعیت نه تنها کار میکنه، بلکه هیچ وقت از اون چیزای فکری خودش نمیاد بیرون، چون در غرب معمولا همه چی روی این خبر هاست. خبر میپیچه، یه دفعه میگه همه شروع کردن راجبه یه موضوع و موضع گرفتن و فلان اینا، ولی پوتین یک کمی در این مورد محافظه کارتره و واسه همینه که بسیاری از سران حزب جمهوری خواه و از جمله تمام دستگاه های تبلیغات در فاکس و جاهای دیگه از پوتین به خوبی یاد میکنن و میگن که ایشون مرد میدانه، کارش درسته، فکرش درسته. اینا تو امریکاست دوستان. من حالا بعضی از دوستان ممکنه نه دوستان چی هست میکنم، این ایران ستیزا فهم کنن که من دارم اینجا یه چیزی میفروشم. ابدا، من اون چیزایی خوندم برای شما میگم. اگه شما باور نکنید برید اکسیوس رو بخونید، اکسیوس دیروز، ببین چه نوشته در مورد مکالمه تلفنی پوتین با محمد ابن سلم. آخرین مطلبی که میام خدمتتون بگم قبل از خداحافظی، دانشگاه هاروارد میدونی که بوستونه، یعنی یکی بغل بوستون، شهری که واقعا قرار داره دانشگاه هاروارد، کمبریجه. کمبریج جز همین بوستون بزرگه. استاد خیلی وقت از بوستون بزرگ چیزی به شما نگفت. گفت دانشگاه هاروارد اومده یک نظرسنجی، یعنی در یک تحقیقات کلی و همه پرسی نظرسنجی کرده که فکر کنم این برای همین امروز فردا هم چاپ میشه. این مطلب رو NBC دیروز نوشته، چون از این گزارش اکسکلوسیو اونها گرفته بودن قبل از اینکه دانشگاه مطالب بده بیرون. NBC دیروز نوشته بود اینا تو سایتش. دانشگاه هاروارد اومده در ارتباط با حمله به کنگره امریکا در ژانویه، 6 ژانویه سال 2021 که باعث شد که 6 نفر کشته بشن، اومده با 443 نفر از کسانی که در اون تظاهرات شرکت کرده بودن با همه اینها مصاحبه انجام داده برای این نظرسنجی. و اکثریت این آدما گفتن که دلیل این که اینها به کنگره حمله کردن به خاطر صحبت‌هایی که ترامپ داشته و ترامپ اینها را تحریک کرده و مرتب میگفتش که انتخابات رو دزدیدن، این انتخاب تقلبی بوده، ما برنده شدیم، اینا به ما کلک میدن، ما باید جلوی به حساب کنگره را بگیریم تا این انتخابات تایید نکنه فلان. میگم این باعث شد که ما تحریک بشیم و تظاهرات و حمله و اونجور چیزا. من فکر میکنم این پرونده بزرگی هستش، چون توسط همین آدمایی که طرفدار ترامپ بودن هاروارد این همه پرسی رو انجام داده، همه تحقیقاتیه و همه رو سنده. و از طرف دیگه مایک پنس رو که دیروز دعوت کرده بودن واشنگتن و در کنگره هم حرف زده، چون اون هم برای ازش پرسیدن که شما باید برید کاندیدات رو خود از حالا اعلام بکنید که ترامپ بدونه که شما هم کاندیدا هستید. به هر حال در امریکا یک کمی همه چی به هم ریخته و اگر اینها در دادگاه مطرح بشه پرونده ترامپ خیلی سنگین‌تر خواهد بود. من فکر می‌کنم که اگر این
به دادگاه کشیده بشه، ترامپ اجازه حتی نامزدی هم داشته باشه، چون دور برای ترامپ که الان محاکمه دارن میشن. بنابراین این دانشگاه هاروارد گفتم مهمه. بعضی از این ایران سیتیزا گوشایون تیز کردن که ممکنه ترامپ بیاد فلان باید پام به اینا بگم که زیاد امیدوار نشید برای ترامپ، چون ترامپ دورانش گذشت و کارهایی که ترامپ کرده بود معلوم شد که همش به خاطر جیب خودش بوده. حالا یه روز راجع به اینا صحبت میکنیم، پولایی که از عربستان اینا گرفته، دامادش و فلان اینا، حالا کنگره داره اونا رو هم مورد بررسی قرار میده. خب دوستان، سپاسگزارم از وقتتون، با ما در تماس باشید. خیلی ممنونم از کمک های شما به یو اس ایران تی وی و همچنین کمک های شما به این درمانگاه. و اگر دوستایی که از خارج میان، انشالله که بتونید شما هم در راستای استقلال ایران که الان ماشاءالله ایران حرف اول داره میزنه، تصمیم همه توی تهران گرفته میشه، برخلاف ایران سیتیزایی که دارن تبلیغ میکنن توی داستان ها، اینا فایده ای نداره دوستان، همه اینها چرت و پرته. من اینجا هستم، دارم میبینم ما یه مقدار مشکلاتی داریم اینجا، اقتصاد، گرانی، همه اینا هستش، ولی اونها ممکنه گریبانگیر خیلی از کشورهای دوربر ما هم هستش، ولی مهم و اصلی اینه که تصمیم اساسی چه خوب چه بد هر چی که از در تهران گرفته میشه، امیدوارم تصمیم همه خوب باشه، ما هم سعی میکنیم کمک بکنیم که تصمیمای بهتری بگیرن. برای سپاسگزارم از وقتتون، وقت منم تمام شد، تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدای یار نگهدار.